با هم میشنویم آیت الله خمینی. حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. این نماینده مجلس حکومتی آمده و گفته مصطفی رضاخواه یکی از دلایل پیروزی ترامپ در سال 2016 رأی ایالت میشیگان بود، اما این بار شیعیان میشیگان انتقام قاسم سلیمانی رو از ترامپ گرفتن. میگید نه؟ تشریف ببرید میشیگان ببینید. با هم میبینید. شده 14/8/99 جمعیتی که میبینیم برای خرید و فروش دلار و سلام بدون هیچ فاصله گذاری اجتماعی اینه تازه یه ادن اون برم اگه حالا ویدیو دیده نمیشه سیادم روز بعد انتخابات آمریکا و این هم جمعیتیه که برای خرید و فروش و دلالی دلار مستدن. خب این فکر نکنید که مثلا مشکل ما در ایرانه، خیر، این برای خم کردن کمر اقتصاد آمریکاست. ما دلارهای آمریکا رو که می‌خریم بعدن آمریکا از نظر دلار با کمبود روبرو خواهد شد. اینها رو ما داریم، اینها رو باید توجه کنید. همونطور که شیعیان میشیگان تونستن نتیجه انتخابات آمریکا رو عوض کنن، همه اینها هست. نحوه و سازوکار مشارکت همه نهادها برای کنترل انشاءالله زود هنگام و مؤثر قیمتهایی که بیرویه افزایش پیدا میکنند رو صورت بدیم. این جلسه تشکیل شد و خب الحمدلله مباحث بسیار خوبی رد و بدل شد و تصمیماتی هم با اتفاق خود عزیزان گرفته شد که انشاءالله از همین فردا بیاره امام زمان عملیاتی خواهد شد. نقش بسیجم در این زمینه پررنگ بود، درسته؟ من تو جلسه ما اعلام کردیم و خب دوستانمون هم در وزارت سمت هم در وزارت جهاد کشاورزی قرار شد که تعامل و هماهنگی بسیار نزدیکی با بسیج برقرار بشه و در واقع بسیج نقش‌های خودش رو هم در نظارت و بازرسی و هم در عرضه مستقیم بعضی از کالاها به عهده بگیره و خود سپاه هم ظرفیت های متنوعی رو که در اختیار داره در این موضوع برای کمک به این وزارتخونه ها بسیج کنه و انشاءالله کار رو پیش ببره. بله. خب دیدین راه حل ها رو دیدین، همین سادگی هست. بلافاصله حل خواهد شد، گرانی ها حل خواهد شد، کمبود ها حل خواهد شد و همه اینها. البته یکی از مسئولان آمده و گفته که این گرانی ها اجناس هست، نه اینکه کمبود ما داشته باشیم. ابدا. قیمت ها بالاست. و قیمت بالاست میکشیم پایین با بسیج، با سپاهی، متفکرین اقتصادی، پل سمالسون و بقیه رو باید بذاریم کنار. رضایی، دکتر محسن رضایی. و اما در صحبت سخن از امام زمان شد، بازم راه حل گرانی، رفع گرانی. جواد کریمی قدوسی آمده گفته تا چند ماه دیگر، اطمینان کامل، تا چند ماه دیگر نور امام زمان مشعشع می شود و گرانی از بین می رود. در حال حالا این امامایی که خود ما تولید کردیم رو از پس گرانی لابد بر نمیان. همین امام خامنه‌ای رو که تولید کردیم اون بالا گذاشتیم لابد از پس گرانی بر نمیاد که ما منتظر خواهیم بود نور امام زمان مشعشع شود و گرانی رو از بین ببره. حالا نور امام زمان چه ارتباطی داره به گرانی سیب و پیاز؟ در اینکه امامان صاحب کراماتی هستن نسبت داده شده بحث دیگری است. اما این امام ساخته خود ما پس چه کار است؟ این امامی که ما و اون بالا گذاشتیم و در وصفش قصیده و غزل و حتی شعر نو گفتیم، پس چیکار است؟ از گرانی و اینها بر نمیاد، اون مربوط نیست. بله، اینها رو باید توجه کنیم. ما علما و دانشمندایی هم که تولید کرد، فقط امام تولید نکردیم،
دانشمندان عظیم و شأنی هم تولید کردیم، دانشمندانی که برای همه مسائل ما راه حل دارن از طرفی. این رو هم باید بگیم، انصاف رو باید رعایت کرد. مثلا همین کرونا، این راه حل رو ما میتونیم در جاهای دیگه هم مورد استفاده قرار بدیم، بزنیم در اختیار ملت‌های دیگه، اونا هم استفاده کنن. در حال برادران چینی حداقل که از خودمونن دیگه. میبینیم یکی از راه حل‌هایی که بودید، کسایی که تو مصر غذا بخورن با مصر کار دارن کرونا نمیگیرن. آقا نگو اینو دوباره فردا همه جا دست میگیرن، میگن گفتن تو مصر غذا بخورن، مصر تمام میکروبا رو میکشه. حالا میگن دیگه، ولی ماسکو بزنید شما، نه تو مصر بخورید ماسکو بزنید. آقا مخلص حقیقت بله، مصر بهش میپردازیم، حتما بهش میپردازیم. با تو مصر غذا بخورن که کرونا بهم بره. نه کسی اصلا مشکلی نیست، این صحبت‌های علمی هست، ظروف مسی هست. به هر حال در این مورد خب خیلی های دیگه هم حرفایی زدن، ولی به این چک که کرونا رو شفا میده خب کشفیات ما هست. جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا، تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم برکت در تا توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم میشه. روایات ماست. بله ببینید در روایات داره، کی داره؟ لابد جبرئیل نه، برای در روایات اومده از این صحبت هاست. برحال شلاقی که میزنه، ما طبیعت رو هم همین طور هست دیگه، مثل اوین و بقیه جا، همه امورمون با همین شلاق و این چیزا رفع و رجوع میشه. شلاق میزنه تق توق، صداش هم که دیدید دیگه. حالا این رعد و برقا هست، بعضی وقتا لگد میزنه، اونو حالا در روایات بعدی خواهد اومد. فوش اینها نمیده، جبرئیل علیه فوش دادن و اینها نیست. فوت چرا؟ گاهی وقتا فوت میکنه، پوت میکنه، من روایت خودم دارم که پوت میکنه و این گردبادها به وجود میاد. این شلاق میزنه، ببینید اگه لابلا، اگه زمانی که دارید میرید با هواپیمای چیزی اون بالاها پشت ابرا هستید، نگاه کنید اون دور دورا دوربینی چیزی جبرئیل میبینید، ولی فکر نمیکنم جبرئیل بشه دید، فقط علمای ما میبینن و خبر دارن از اعمال و کردار جبرئیل و رفتاره. دیدیم بعد از انقلاب تولید روایت افزون افزون تر شده. یک گوشه ای از یکی از ملایان روحانیون میان عمامه با هم میشنویم در مورد تولید روایت، چگونه تولید میشه روایت. مثل شیمی نیست، خیلی ساده است. گفتن وقتی امام در نوفلوشاتو بود، گاهی پای صحبتش فرانسوی ها بدن میشنستن، ما یک کسی گفته بود تو چیزی میفهمی که میای اینجا میشینی؟ گفت من این حسش حس خوبیه و این عرض کنم که برای من خیلی عالیست. یکی از دوستان ما این رو تبدیل کرد به یه قصه، نوشت که بله یه داستانی چاپم شده. نوشت که یک خانواده فرانسوی بودن و یه بچه 15-16 ساله‌ای داشتن و یه بچه مریض میشه و دکتر و دوا و درمان و این نمیشه و بعد یک روز اینا برمیدارن میبرن عرض کنم که پیش امام و این شفا میگیره. ایشون گفت من این داستان رو نوشتم و چاپ شد. مدتی بعد خبر دادن که توی مجله مؤسسه نشریات ما این رو به عنوان یه واقعه تاریخی که اتفاق افتاده توی پاریس نوشته. گفت حالا گفتیم آقا نه این نبوده، والا ما ساختیم اینو، خودمون که زنده ایم داستان رو ساختیم. گفت مدتی بعد یه کسی بر اساس یه فیلمنامه نوشته بود، بعد بابا تماس گرفته، آقا میگن شما این رو به هر حال باید نظارت بکنید. گفتش گفتم آقا بیا اینجا که من ببینم تو چی نوشتی. گفت این حس کرد که مثلا ممکن الان ما از دستش بقاپیم این فیلمنامه رو، یه جایی بریم خودمون بسازیم. گفت نه آقا این اصلا یه اتفاق بوده افتاده، من چیکار به شما دارم، چه ربطی به شما دارین، این اصلا منبع داره، فلان کتابم هست و این ماجرا هم رخ داده. و گفت الان من موندم که چه کارش کنم اینو، نه با هیچ زبونی نمیشه به افراد گفت، انیمیشنش هم ساخته شده فکر میکنم، یه کسی گفت من دیدم این رو. خب ببینید به همین راحتی هست تولید روایت. ما حتی کیک زرد رو در دوران محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، در آشپزخونه تولید میکردیم. روایت که دیگه کاری نداره،
این از مایحتاج بمب هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای یا هر چی که هست تو در آشپزخونه. دختر نازنین ایرانی به گفته دکتر احمدی نژاد در آشپزخونه تولید میکنه. روایت میتونیم به راحتی تولید کنیم. و امیدوار هستیم همینطور که داریم پیش میریم نه تنها امامان جمعه و بقیه بلکه خود امت هم دست به کار بشن دیگه. یه مقداری بار این روحانیت ما را دست کم از این بابت سبکتر کنن. تولید روایت خود شما هم میتونید تولید کنید. کار ساده است. ایشون اشاره کرد.